درود به شما همراهان بی‌نظیر کانال کریپتو فارسی. من جواد هستم از بخش تحلیل خبری هفته با مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع دنیای کریپتو. اکثر اخبار هفته گذشته تحت شعاع حمله روسیه به اوکراین بوده و تأثیری که بر بازارهای مالی داشته. خیلی شاید انتظار ریزش بیشتر تا محدوده 20,000 دلار رو هم برای بیت کوین در فاز اول داشتن، ولی سطح حمایتی 34,000 دلار در هفته گذشته نشکست و عملاً ما یک رنجی رو بین 34,000 دلار و 40,000 دلار داریم می‌بینیم. اکونومیک هم این خبر رو به این صورت پوشش قرار داده که بیت کوین در بحبوحه مذاکرات احتمالی روسیه و اوکراین بعد از جنگی در هفته گذشته شروع شد در محدوده 39,000 دلار داره نوسان. سایت EWN یا EthereumWorldNews.com از قول آقای مایکل سیلر مدیر عامل شرکت ماکرو استراتژی عنوان کرده که جنگ ها تورم ایجاد میکنن، اقتصاد رو تخریب میکنن، ولی بیت کوین رو به عنوان یک عامل مورد توجه و جذاب معرفی. سایت bitcoin.com و پوشش خبری از طرف سازمان غیر دولتی کامبک لایف که یکی از بزرگترین سازمان‌های غیر دولتیه و از ارتش اوکراین حمایت می‌کنه، تحت این عنوان که بعد از حمله روسیه به اوکراین بیش از 5 میلیون دلار کمک مالی در قالب بیت کوین دریافت کرد. سایت U2Day اظهار نظر آقای مایک مکلان استراتژیست ارشد بلومبرگ رو تحت پوشش قرار داده با این عنوان که ایشون اعلان کردن علارغم فشارهای نزولی که در حال حاضر شاهد هستیم، کاملا انتظار دارن که بیت کوین در مسیر 100,000 دلار قدم برداره و فکر نمی‌کنن که علارغم فشارهای نزولی فعلی بیت کوین در امسال به زیر قیمت 30,000 دلار برسه. سایت U2Day این بار به دنیای اندیکاتورها رفته و طبق بررسی 3 تا اندیکاتور زیر عنوان میکنه که بیت کوین توی کف قیمتی خودش است. این 3 تا اندیکاتوری که سایت U2Day بررسی کرده ابر ایچوموکو، کف حمایتی بیت کوین و میانگین متحرک 100 هفته است. سایت coinpage.com و پوشش این خبر که تقاضای کریپتو در اوکراین پس از تعلیق انتقال وجه نقد افزایش پیدا کرده. طبق این خبر بعد از اینکه این هفته بانک مرکزی اوکراین نقل و انتقالات الکترونیکی پول نقد رو به حالت تعلیق درآورد، شهروندان اوکراینی سراغ ذخیره ارزهای دیجیتالیشون رفتن و در صرافی کونا که محبوب ترین صرافی اوکراین هستش، حجم معاملات توی استیبل کوین ها رو افزایش دادن و همچنین عنوان شده که 10% حق کمیسیون در صرافی های رمز ارزی برای اون قسمت گرفته شد. سایت decrypt.co و نقل قولی از خالق ایتریوم آقای ویتالیک بوترین که تهاجم روسیه رو جنایت خونده. ویتالیک که زاده روسیه است و در سال 1979 به کانادا مهاجرت کرد، نقل قول جالبی رو تو توییترش داشته و گفته که ایتریوم بی‌طرفه ولی من نه. bitcoin.com و پوشش خبری در ارتباط با اینکه یکی از بزرگترین استخرهای ماینینگ و استخراج ایتریوم ارائه خدمات به ماینرهای روسی رو متوقف کرد. این خبر در ادامه اخباریه که در هفته گذشته بعد از تهاجم روسیه به خاک اوکراین انجام شده بود و بسیاری از کشورها تحریم‌های اقتصادی زیادی رو بر علیه روسیه آغاز کرد. U2Day و پوشش خبری در ارتباط با چین لینک با این مضمون که علارغم کاهش قیمت، تعداد هولدرهای چین لینک به بالاترین حد خودش رسیده. کوین تلگراف و اعلام همکاری میپل فایننس با پلتفرم وامدهی سلسیوس در ارتباط با استخر وامدهی رپت اتر. bitcoin.com و اعلام این خبر که حجم معاملات صرافی کوین بیس در سال 2021 8.5 برابر شد. و U2Day و اعلام این خبر که کریپتو برای رشد در موج 5 الیوت داره آماده میشه. در این گزارش به نقل از آقای هنریک زبرگ از معاملگران با تجربه بازار در پی چارتاون نمودارهایی که ایشون به اشتراک گذاشتن عنوان شده که کریپتو سهام آماده رشد هستند و ایشون پیش بینی کردن که اونها به زودی وارد موج پنجم الیوت میشن و موج پنجم الیوت به این معنیه که این صعود میتونه چشمگیر برای میان مدت باشه.
کریپتو کلاب و پوشش این خبر که سردمدار مد ایتالیایی DNG انجمن NFT دیجی فامیلی رو با استفاده از شبکه پالیگان راه اندازی کرد. سایت بیت کوینیست و اعلام این خبر که چرا سرمایه گذاران املاک و مستغلات به زمین‌های مجازی روی آوردن. بر اساس این تحقیق و گزارش عنوان شده که افراد و سازمان‌های بزرگ اخیراً میلیون‌ها دلار برای خرید قطعه‌های مجازی در سیستم متاورس یا پلتفرم‌های مختلف هزینه کردند و این رو به عنوان یکی از موارد جذاب برای سال‌های آتی خونده. توی پرانتز به اطلاعاتون برسونم دوستان که مجموعه کریپتو فارسی هم به مناسبت عید نوروز جشنواره‌ای از جوایز مختلف رو در ارتباط با متاورس، NFT و گیمینگ براتون آماده کرده و کانال دوم رو به عنوان گیملند در یوتیوب افتتاح کرده. برای این منظور و برای توضیحات بیشتر که به چه ترتیب میتونیم توی این قرعه کشی شرکت کنیم، لینک ویدیو رو که توی بالا سمت راست براتون گذاشتم لطفا نگاه کنید. اخبار مربوط به قوانین دولت‌ها و رگولیشن‌ها رو از سایت bitcoin.com شروع می‌کنیم. در این خبر از سایت bitcoin.com عنوان شده که اصلاحات قوانین مربوط به کریپتو در آفریقای جنوبی تا سال 2022 نهایی میشه. کوین دسک و اعلام این خبر که وزارت دادگستری آمریکا مؤسس بیت کانکت رو به کلاهبرداری متهم کرد. در ادامه این خبر عنوان شده که وزارت دادگستری آمریکا ساتیش کمپانی مؤسس بیت کانکت رو به کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری از طریق طرح وامدهی برای کاربران خودش متهم کرد. bloomberg.com و اعلام این خبر که بانک مرکزی اروپا در پی تحریم‌های روسیه خواهان تصویب سریع قوانین کریپتو شده. خانم کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا از اتحادیه اروپا خواسته که هر چه سریع‌تر تصویب قوانین مربوط به کریپتو رو بتونه انجام بده تا بر اساس اون دور زدن تحریم‌ها توسط روسیه امکان پذیر نباشه. و bitcoin.com و اعلام این خبر که بانک مرکزی آرژانتین قرار مقررات جدیدی رو برای کیف پول‌های دیجیتال ارائه بکنه. در ادامه این خبر گفته شده این به هیچ عنوان به معنی ممنوعیت کریپتو و رمزارزها در آرژانتین نیستش، بلکه میخوان برای کاربرها به نوعی بتونن شرایط و امکانات سیف‌تری رو فراهم بکنن. و در انتها مطابق معمول یک نگاه به کوین مارکت کپ. مارکت کپ 1.7 تریلیون دلار برای کریپتو، دامیننس 41.9 برای بیت کوین و 18.4 برای ایتریوم. مارکت در حال یک رنج زدنی هستش. همونطور که میدونین مهمترین اتفاق هفته گذشته حمله روسیه به اوکراین بود که در اواسط هفته ریزش حدود 20% رو برای کریپتو داشتیم، ولی مارکت خیلی خوب ریکاور کرد. اگر بخوایم بررسی بکنیم وضعیت مارکت رو نسبت به هفته گذشته، تقریبا توی رنجی هستیم با 2-3% کاهش و نسبت به دیروز هم به همین ترتیب. بیت کوین توی محدوده حمایتی و مقاومتی 34,000 تا 40,000 هستش. کماف سابق تتر و USD کوین استیبل کوین های بازار رتبه سوم و پنجم مارکت کپ رو در اختیار دارن که اولی با حدود 80 بیلیون دلار و دومی با 53 بیلیون دلار. پس حجم عظیمی از مارکت کپ کماکان تو استیبل کوین هاست که این نشان از عدم قطعیت داره. باید دقت داشته باشیم با توجه به شرایط حال حاضر، بررسی اخبار فاندامنتال در حین باز کردن و بستن معاملات بسیار حیاتیه و بازار تحت نظر اخبار فاندامنتال حمله روسیه و اوکراینه. بعضی وقتا یک حمله گزارش میشه، بعضی وقتا صحبت از در واقع تفاهم و مذاکره این دو هستش و این میتونه تاثیر بسزایی در قیمت‌های لحظه‌ای برای باز و بسته کردن معاملات داشته باشه. ممنون از اینکه در این ویدیو کوتاه همراه ما بودین و با لایک، شیر، سابسکرایب و کامنت ما رو در تولید محتوای بهتر همراهی و حمایت می‌کنین.